سلام رضا. نه دیگه 28 فکس شده. نه من دارمش. جانم بفرمایید. سلام آقا. من به زنگ میزنم. باشه قربان. به به. سلام علیکم شادمان. بیا جلو آقا رضا. بیا جلو. چه خبرها؟ والا خبرها که پیش شماست. اگه اومدی دنبال وامت باید بگم شرمنده. فعلا خبری نیست. بعد وایشو تا خبرت کنم. آقا من به امید وام ازدواج رفتم خونه اجاره کردم. خوب کاری کردی. هرچند شیرنیش هم نیوردیم ما بخوریم، اما من حواسم بهت هست. آقا کدوم شیرنی؟ وام نباشه من بدبخت میشم. عزیز من میگم باید صبور باشی آقا رضا. ما با هم یه قول و قراره گذاشتیم، اما چی کار کنم؟ ما حاجی گفت. عزیز من حاجی نمیدونست که شما امروز فردا میخوای عروسی بکنی. معمولا قدیم ترا یه شیرنی میخوردن، یه سال صبر میکردن، بعد میرفتن سر خونه زندگیشون. آقا ما شیرنی یه سال پیش خوردیم، باباش قبول نمیکنه، میزنه زیر کاسه کوزه همه چیز، داره زنم میشه، بیچاره میشم. تقصیر من چیه؟ پول نیست، جنسا تو انبار مونده، امروز به فردامون با خداست. حاجی نگفته از این دفتر کسی ناامید نره بیرون؟ آقا رضا بیا بکن، من نمیخوام امید علکی به مردم بدم. باشه باشه آقا. چیه؟ چشه این دستگاه؟ کار نمیده، کار نمیده آقای کاملی. چرا؟ مگه قطع جیده رو ننداختی؟ چرا؟ انداختم ولی کار نمیده. احتمالا خودت درست نبستیش. میگم میخوای مهندس مکانیک خبر کنم؟ خیلی باحالی، خیلی. حالا دیگه عیب از منه ها؟ میخوام بدونم کی توی چندین و چند ساله این دستگاهتون رو سرپا نگه داشته؟ حالا دیگه تجربه ما به درد شما نمیخوره. آقای کاملی مهندس دلت میخواد ها؟ اگه پولش داری بسم الله. کجا میری؟ آقای کاملی بسپارش به من، از صبح سر دستگاه خسته است. داری یه چیزی میگی ها؟ آقا قطعه نو دو روز کار کرده. دو روز چیه؟ اصلا این از زیر تست بیرون نیومده. چی؟ همین که گفتم برو یه مهندس برده بیار ببینه دردش چیه. Thank you.
بیا میخوام یه چیزی نشونه بدم کفت ببره. بفرما. وای اینا وارد بازار بشن حرف اولو میزنه. پس به نظر جنس چر بیاره؟ جنسش که دوزارم نمیارزه ولی مشتری عادی نمیفهمه. من از بچگی توی این کارم، جنس خوب و بده میشناسم. این رنگو میبینی؟ ما از این رنگ نمیزنیم. برگ برنده ما هم همینه، آب و رنگ. خوشم میاد که واسه خودت اوسایی ها. آخ آخ، حیف حیف حیف، کاش یه تولیدی داشتی. مثل این که اوستا تو دست کم گرفتی ها. حل عزیز، از کجا میخوای پیدا کنی؟ بهت میگم حل عزیز. الو چی شده؟ کارخونه زریبافان؟ اومدم. آهانا رو چونه داری قیمه قیمه میکنی؟ اگه تیکه تیکه نکنم که کوره 42 ساله اصلا نمیباشه که. اینا آهن قرازه هست، قصه نخور. زکی آقا رو با همین حالاش واسه همین قرازه ها 40-50 میلیون سلفیدم. مگه نمیگی 4-5 اتاقک لازم دارم؟ اتاقک آهن لازم داره آقا. مگه میخوام مسافر خونه بزنم؟ دوان اینطوری گفتن آقا. حالت کردر گفته. خوب گوشات رو واقع کن ببین چی میگن. میخوام اینجا یه سوله بشه تخت تخت، چهار تا پایه میزنی تنافتشی بکنی، این ننک رخن میکرد روش دباس برمشه. داشت بابا چهار تا هم حسچه میزنی دوتا ردیف که آب از توش رد بشه، رخش را بشورن آب کش کنن. فقط میخوام ردیف باشه، شسته بشه، آب کش بشه، پهن بشه. حالیت شد؟ بله آقا. بار میزنی میفرسی هم بار فرفری بهت میگه. خلاصه کنم، میخوام نشونی از کارخونه مارخونه باقی نمونه. آخه خدا را خوش نمیاد این همه کارگر بیکار میشن. آخه تو جوش خودتو بزن، هر چی گفتم مو به مو انجام میدی، جوری که مولا درزش داره هر کی از بیرون ببینه فکر کنه اینجا یک خرابه است. خرابه یک خرابه. چشم آقا، هر چی شما بگید. ده تکون بخور منو از این آشغالدونی ببر بیرون، نفسم گره. روچش آقا. خسته نباشی. زنده باشی.
هنوز ازم دلخوری؟ موضوع نسای کاملی جنس دست دوی قاچاقو به جای اسبمون انداختن ناکسا. همینه دیگه، فکر میکنن قاچاق واسه پارچه است. تو همه چیز دارن قاچاق میکنن. اولش از دارو شروع شد، جلوشو نگرفتن، رسید به اینجا. 10 سال دیگه هیچی نمیشه تولید کرد، همه چیز از اون برداره میاد. این میوه از اون برداره وارد میشه. چه کار میشه کرد آقا محسن؟ سری وافونم رفت. بس که هرس خورد، شما هم دارین راه همونو میرین. بیا چی کار کنم بابا؟ کارخونه رو تعطیل کنم؟ نه یه کار دیگه بکنین، مگه قرار نبود مغازه بزنین؟ آخه تو این شرایط مغازه رو بسپرم دست کی؟ ولی اگه نادر بود؟ من که هستم، خودم وای میستم تو مغازه. تو این کارو بلد نیستی بابا شون. چرا بلدم، خوبم بلدم، این کار تو خونمه، حتی بیشتر از نادر. این کار بچه بازی نیست بابا جون، شما برو شامو بکش. چرا فهم میکنی من هنوز بچه‌ام؟ برق کارخونه رو کی وصل کرد؟ من. اگه اونقدی که چشمتون رو نادر بود سر سوزنی هم رو من بود، میدیدین چی کار که نمیکردم. سختیه دختر. سخت نیست، مشتری فروشگاه همه خانومن، اونا با یه خانوم راحت ترن. واسه یه بارم که شده اینقدر نادر نادر نکنی، منو ببینیم بابا. منم بنز نادر توانایی دارم. بابا اینجا چرا اینجوریه؟ معلوم است جنگ شده، زلزله اومده. خب روش داریم تا روش. اینجا یه ماه طول میکشه من تمیزش کنم. باش. باشه ببینم چیکار میتونم بکنم. خداحافظ.
گلنار. الو. سلام آقا رحمان، خوبی؟ مامانت کجاست؟ خاله میشه یه دقیقه صداش کنی؟ گلنار دستم به دامنت، خودتو برسون. نه بابا، خودم بدبخت شدم. آب دستتو بذار زمین، بیا اینجا. دربس بگیر بیا دیگه، بیچاره شدم. یادداشت کن. نازنین تو دیگه چرا بر نمیداری؟ خانم مشایخ، شما دقیقا دنبال چی هستی؟ نمیدونم، یه قسمت از خاطراتم گم شدن. شایدم پاک شدن. میخوام اونا برگردن. ببین عزیزم، خاطرات جایی نمیرن، اونا سر جای خودشونن. فقط ما ممکنه گاهی روشون رو بپوشونیم، انگار که میخواییم فراموششون کنیم. ولی من نمیخوام. ببین خانم، این اتفاق وقتی میفته که به یاد آوردن اونا باعث درد بزرگی بشه در شما. برای همین تو ناخودآگاه خودتون با فراموش کردن اونا سعی دارید از خودتون محافظت کنید. ببینید دکتر، شاید اون موقع بچه بودم ازشون میترسیدم، اما الان دیگه ازشون نمیترسم. من میخوام بدونم چه بلایی سرم اومده. چرا اینقدر دنبال چیزی هستی که ممکنه عذابت بده؟ چون با فراموش کردنشون خودم رو فراموش کردم. من اصلا هیچی از بچگیام یادم نمیاد. دکتر خواهش میکنم، باید کمکم کنید.
فرض کن داخل یه اتاقی، یه اتاق نیمه تاریک، یه در توی اون اتاقه. ترسناکترین صدایی رو که میتونی تصور کنی از پشت در میشنوی. اگه میخوای خود واقعی تو پیدا کنی، اگه میخوای خاطراتت یادت بیاد، باید بری سمت اون در عزیزم. باید نترسی خانم مشایخ، همین. خاموشش کن، خاموشش کن. میگم وام ازدواجت به دادن؟ انبارا پر پارچه، این پارچه ها باید به فروش بره که وامت بهت بدن. من تا قبل از عروسی واسه آخرین توپ به پارچه انبارم بزنم. بابا خاموشش کن، خاموشش کن. میان برات خاموشش میکنن ها. از ما گفتن. محسن رو اعصابی ها. بشی تا صبح پارچه بزن. برو بابا. جناب مهندس، کارگرها تمام دستگاه رو خاموش کردن، مشغول نظافت هست. نسبت عرضه و تقاضامون با هم نمیخونه آقا ایدر. ما زاده بر تقاضامون تولید داریم، انبارا پر شده از جنسای مرجویی. من باید با حاجی سرمدی صحبت کنم، باش یه جلسه بذارم. متوجه شدی؟ بله قربان. اصلا برای تولید توجیهی نداریم، متوجه هستی؟ بله 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 متوجه. شما هم با کارگرها صحبت کن، اونایی که دیگه بیکارن باشون حساب کتاب بکنید. چشم بگم، چشم. اون دستگاه پسر آقا رضا، اون برای چی کار میکنه؟ اون بنده خدا نزدیک عروسیشه، داره اضافه کار میکنه. آقا هیدر، من میگم کفگیرمون خورده ته دیگ، شما اضافه کاری برای بچه ها جور میکنی؟ چشم، الان میگم خاموش کنی. آقا رضا خاموش کن دیگه. آقا هیدر، شما که میگی دستگاه رو خاموش کن کار نکن، میشه بگی الان چه گلی سرمون بگیریم؟ خون سرد باش پسر، آجی که بهتر از ایناش هم گذرانده. آقا رضا، خصوص دفترم به چی گفتم؟ گفتم صبور باش، حاج آقا با درخواست وامت موافقت کرد. محسن، محسن برو مراقبش باش. چرا مهندس واقعا قرار چی بشه؟ قرار چی بشه؟ من چه میدونم، مشکلی که پیش اومده دیگه آقای ده. یعنی کارمون دیگه تمومه؟ شاید، شاید همین. من چیز دیگه ای بلد نیستم.
نظرت چیه؟ اینو از کجا آوردی؟ به ما چش روشنی هم میدن حاجی. دست بزن بهش. دست نزده میدونم چیه. نه نه ترس حاجی، دست بزن بهش. نه نه دستتو پس نکش، رقیبتو بشناس. مجبورت میکنه بهش احترام بذاری، وادارت میکنه که بهش احترام بذاری. دستمو پس میگشم چون دروغیه، چون مصنوعیه، چون هیچی نیست. در عوض ارزونه سرمدی، ارزونه. حاج محسن مردم گرفتارن، مردم میخوان یه چیز ارزون بهشون بدی. این با بقیهش کاری ندارن، خب حقم دارن. ببین مشایخ، اوزا بد جوری به هم ریخته. اون وقتا وقتی با هم حرفمون میشد نمیدونستم من راست میگم یا تو. وقتی باهات به هم زدم و خودم کارخونه زدم شک نداشتم که 50-50 حق با دوتا اون بود. ولی وقتی ورشکست شدم و تو موندی شک نکردم که همیشه حق با تو بوده. همیشه تو همه امید و افتخار من بودی. اون روزی که دستگاه جدید رو توی کارخونه رو مینداختی انگار خود من بودم، انگار کارخونه خود من بود. ببین حاج محسن، من تو زندگیم شاید خیلی جاها اشتباه رفتم، شاید الانم دارم اشتباه میرم. راهی که رفتم دیگه نمیتونم برگردم. هر اتفاقی که تو زندگی برای من بیفته دوست ندارم شکستن تو رو ببینم. در ضمن یه خبر دیگه هم برات دارم. کارخونه ورشکسته زری بافان رو الیاس خورازه خریده به یه پنجم قیمت. چی شد محسن جان؟ چی شد؟ خوبی؟ چیزی نیست. بگیر. حتی قیمت زمین کارخونه رو نداده، چه برسه به دستگاه ها و ساختمون و از همه مهمتر امتیاز کارخونه. حواستو جمع کن محسن. به به، خسته نباشی خانم. اگه یه زردگی دیر تمیمدی گریم گرفته بود. الهی قربونت برم. حالا کجای کار هستی؟ به نظرت کجای کارم؟ به نظر من اولش هم نیستی. گلنار کجاست؟ نامرد گفت میاد ولی خوب منو گذاشت سر کار. الانم هر چی زنگ میزنم کسی گوشیو بر نمیداره. اب نداره، من که هستم. آقایون از همون طرف شروع کن. چشم کنه. بفرمایید. به جمیالا Thank you.
اونجا رو. اینجا چیکار میکنه ها؟ سلام جان سرگل، اتفاقی افتاده؟ آقای سرمدی هستن؟ نه رفتن بیرون. چیزی شده؟ من یه لیست دارم از کارگرایی که به قادر نزدیک بودن، میخوام از همه شون بازجویی کنم. ببخشید تو وقت اداری؟ شما به این میگید وقت اداری؟ اگه شما جلو قاچاقو میگرفتین الان اینا همه شون سر کار بودن. جان سرکوت، ما هر دومون تو یه مسیر قدم برمیداریم. محسن مطوری کدوم یکی از ایناست؟ نه حاجی جون قربونت برم، شما بزرگ مایی، اینو همه هم میدونن، ولی حکایت این جنس فرق میکنه. بله نه بابا، شما جنس رو میخوای چکشو بنویس به دست شگرد برات خالی میکنن. بله ما در خدمت. آی قربونت برم، نگو نگو، ما نمک پروردت. باشه بذار لبه تاخه که بجا ببر. آی قربونه، ببین حاجی بازی در نیاری. آره باشه کوچیکم. الو سلام. آره جنس رسید؟ دیده چه زباق لباییه. بشه تو قفسه قربانه. خب نده چه خبر؟ این شهرمنده. الو سلام نازنین، خوبی؟ بابا پارسال دوست، امسال آشنا. کجایی بانو؟ نه چایی دستمه. اسمست نایمده؟ گوشی همین الان اسمست اومد. اتفاقی افتاده؟ باشه حتما میام. خداحافظ. چی شد پس؟ باز که داری میری؟ باید برم آقا، امرجنسیه. امرجنسیه؟ خب اگه امرجنسیه که باید بری، خوبه. میگم آقا نده. جونم آقا. دیدی بعضی وقتا یه نفر داره میفته تو جو، تو چیکار کنی؟ میگی او یارو مواظب باش با سر نری تو جو. ولی اگه دو دقیقه دیر کنی میبینی یارو با کله رفته تو جو. این جوب نیست، دریای زندگی من. دریای زندگی. نه معلوم شد پسر سرمدی، این اخلاقت به خودش رفته. خوش اومدی. ببین فردا صبحم زود بیا. ضمناً بدون اگه دختر شاه پریونم باشه تا جیبت پر پول نباشه جواب سلامت هم نمیده. آره خوش اومدی. بفرمایید آقا. بفرمایید. بفرمایید سباش. بفرمایید.
بفرمایید آقا. بفرمایید جان سرباز. ما فقط همین رو داشتیم. خوبه، بد نیست. خیلی ممنون. بفرمایید. امیری. بله قربان. یه عکس بزرگ کن بزن به در و دیوار شهر. تو روزنامه هم چاپ بشه. چش قربان. از زنش خبری نشد؟ نه قربان. هیچی. نه خونه خودشه، نه خونه سرمدی. باشه، سوارشو بریم.